اسم پدرم محمد تقی، اسم مادرم حلیمه بود. بعد صدا میکردن عالیه. عالیه؟ اسم دومش عالیه. این شناسنامه از حلیمه. خودشون اسمشون عوض کرده بودن؟ یا همینجوری؟ دیگه دوستا اینا اسمشو صدا میکردن عالی. اونا اهل کجا بودن؟ مادرم اهل رشت بود، ولی بزرگ شده بندر پهلوی بود. بعد ازدواج کرد اومد تهران دیگه. بندر پهلوی کجا؟ شمال رشت. نه بعد از رشت نزدیک. پدرم هم ترک بود، مادر سفیدرود رشت بود که زلزله اومده بود، کوه برگشت رو چیز اینا بهشون. دیگه اینا هم بزرگ شده بندر پهلوی بود پدرم. خب شغل پدرتون چی بود زمان؟ تو راهن، کارگر فنی بود مال راهن. تعمیر قطار و اینا رو تعمیر میکرد. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ من یه خواهرم تو اتاق عمل بیمارستان بانک ملی بود، رفت آلمان، بچه‌هاشو برداشت موقع جنگی برد آلمان، اونجا فوت شد. تومور مغزی گرفت اونجا. البته جنازه‌شو آوردن ایران. بعد یه خواهرم الان هست، تهران بود، دید شلوغه، رفت لنگرود، اونجا اقامت گرفت. بعد دو تا برادر دارم، یکیش بزرگ آلمانه، البته اومده تهران خونه داشته تعمیر میکرده خونش. برادر دیگه هم کوچکتره تهران. شما فرزند چندم هستیم؟ من اول. از هم بزرگتره. اسمای خواهر برادرتون رو میفرمایید؟ او خواهرم که فوت شد اکرم. این خواهر دیگه هم که از من خیلی کوچکتره سیمین. اسمش خودم گذاشته بودم، دختر خونه بودم، اسم اینو خودم گذاشته. برادرم یکی محمد هادی، یکی محمد مهدی. مادر از اون زمان یادتون میاد تو محلتون، محله پدریتون روزه برگزار میشد اون زمان؟ مسجد بود نزدیکتون یا نه؟ اونا خیلی مؤمن بودن، مسجد میرفتن. بله. مادر از پدرتون بیشتر تعریف میکنید ایشون چجور؟ پدرم خیلی مرد ساکت و آرومی بود، نماز میخوند، سواد نداشت، میرفت. اون موقع میگفتن نهزاد، نمیدونم چی میگفتن، میرفت اکابر. صبح میرفت اداره کار میکرد، عصر میامد هم مثلا میرفت یه ساعت اکابر، از اونجا میامد غذای شب درست میکرد که مادرم میاد خسته است، استراحت داشته باشه، غذاش هم حاضر باشه. خیلی علاقه داشت که ما هم همه مؤمن باشیم. البته دو خواهرم کارمند بودن، اون موقع نمیتونستن چادر بذارم، ولی به من خیلی تاکید داشت که چادر بذار، دم درم وانست. پدرتون مادر چقدر زمان اهل این که برن مثلا مسجد و روزه و اینها بودن؟ فرصت نمیرسید، فرصت نمیکرد. همه قد درس بخونه و اکابر بره و بیاد خونه خسته یه خورده جمع‌جو کنه و غذا بپزه. بعد میرفت دنبال مادرم، از بیمارستان ورش میداشت میآورد، ماهارم با خودش میبرد، اصلا فرصت نمیکرد. مادر پدرتون اهل این بودن که مثلا کمکی کنن، دست خیر داشته باشن؟ خصیص نبود، دست باز. از اخلاقشون و رفتارشون تو خونه یادتون میاد؟ با شما، با خواهر برادرتون چجوری؟ خوب بود، مهربون بود. فقط میگفتش بشینین درس بخونین، نرین تو کوچه بازی کنین. یادتون میاد اون زمان رو چی حساس بودن؟ عصبانی میشدن یا نه؟ مثلا از چه چیزایی بیشتر عصبانی میشدن پدرتون؟ ناراحت میشدن اگه ما تو کوچه وامیستادیم، دوست نداشتن. میگفتم بشینین سر درستون. درس بود. وقتی مثلا می رفتیم بیرون چیکار می کردن؟ ناراحت می شدن. ما جرأت نمی کردیم، پدرمون بود، بیرون نمی رفتیم اصلا.
اول من بودم و خواهرم که فوت کرد، او از من کوچیکتر بود. با هم میرفتیم مدرسه، با هم پدرم میومد ما رو از مدرسه میآورد، نمیذاشت خودمون بیاییم. چمدونم اونو میگرفت دستش، همه میگفتن کارگرتونه، گفتم نه بابام. یعنی خیلی مهربون بودن با ما. مراقب بودن؟ بله. از مادرتون بفرمایید، ایشون چجور خانمی بودن؟ مادرم والا خیلی خانم رحم دل دلسوز. یکی اگر یه شب یکی از همسایه‌هامون بچه‌ش داشت فوت میکرد، حالش خراب بود، بچه شیرخوره بود. خانمم غریب بود، مال زنجان بود. تا صبح من یادم میاد که به من گفت برو بخواب، دلم نمیخواست ببینم چجوریه این بچه. بعد تا صبح موند پیش اون خانم، دلداریش میداد. بچه فوت کرد بالاخره. نه دلسوز بود، خیلی مهربون بود. در یادتون میاد اون زمان چقدر اهل نماز و روزه و اینها بودن؟ چقدر حساسیت داشتن؟ نماز و روزه شون ترک نمیشد، هم پدرم هم مادرم. همیشه یادمه که میخوندن نماز و روزه شون، روزه هم میگرفتن. در خاطره یادتون میاد که مثلا اختلافی بین دو نفر دیگه افتاده باشه بعد پدر شما بخوان وساطت کنن، آشتی بدن؟ اصلا نبود بنده خدا، همش یا اداره بود یا میومد میرفت کلاس یا اینم که میرفت دنبال مادرم. رفت آمد داشتن با همسایه‌ها اونها؟ تو خونه مثل خونه قمر خانم اتاق زیاد بود. یه خونه بزرگ داشتیم که توش مثلا اتاق بود؟ بله. بعد با همسایه‌ها بودین یا اقوام بودن؟ نه فامیل نبود. فامیل رش بودن که الان همه‌شون متلاشی شدن، یکی آمریکاست، یکی آلمانه، یکی تهرانه، یکی چه می‌دونم هر کدوم مام که اینجا. از اخلاق رفتار مادرتون تو خونه تعریف می‌کنن؟ ایشون چجوری بودن؟ خیلی شوخ بود مادرم، خیلی شوخ بود. همسایه ها دست این زنده بود. از پدر آخرالله، پدر شوهر از این کاردم سوال می‌کنم. از شغل ایشون کارشون اینا؟ عرض کردم تاجر بود، تاجر طلا، میرفت شوروی روسیه طلای چیز اسخات و اینا رو می آورد ایران میفروخت.